سلام دوستان و عزیزان، در خدمتتون هستم. برای فال هفتگیمون با هم میپردازیم به اعترافات ضمیر ناخودآگاه او در مقابل شما. نگاه میکنیم ببینیم که شما در کجای این کره زمین هستین. شما دوست عزیز که نگاه میکنین، خانم یا آقا باشین، قطب مؤنث هستین و اون شخص خانم یا آقا باشه، قطب مذکر هست. دوستان عزیزان، هدف از این فال این هستش که روی خودمون کار کنیم، روی دردهای خودمون کار کنیم، از خودمون نه اینکه یک انسان بهتر بسازیم، چون همه ماها خوب هستیم، بلکه روی عیبای خودمون کار کنیم. دوستان عزیزان، من دیروز در فال ازش چه خبر از شخص مورد نظر شما صحبت کردم و روی اون زوم کردیم و اینکه نگاه کردیم چه خبر هست. و ازتون خواستم اون عزیزانی که فکر میکنین که این فالها در شما تاثیر مثبتی داشته بنویسین. دوستان توجه کنین، من امروز میخوام یه مقدار باهاتون حرف بزنم. قطب مذکر رو دیروز در موردش صحبت کردیم. یانگ مقدس کسی هستش که شاکرای ریشه قوی داره و اینکه مسائل خانوادگی، روابط خونی و همچنین مادیات براش خیلی مهم هست. و اگر از رابطه میره، اولا که برای این هستش که یک رابطه بهتری از نظر شاکرای ریشه پیدا کنه. و اگر رفت دور دنیا رو زد و دید جرجیس خان کسی دی بهتری سر راهش قرار نمیگیره، برمیگرده به سمت قطب مؤنث دوستان و اینکه که شما باشین. و اتفاقا قطب مذکر برخلاف قطب مؤنث بر احساسات خودش خیلی کنترل داره و اکثر روابطی که انتخاب میکنه روابطی هستن که در اون احساس بهتری از نظر وجهه اجتماعی یا مادیات میکنه. فکر میکنه که این شخص با اینکه از نظر احساسی شاید بهش اون گرایشی که به شخص مورد نظرش که شما باشین نداشته باشه، ولی احساس میکنه که میتونه باهاش یه چیزای دیگه ای بسازه و ساخت و ساز بیشتر برای که بنا هست، همیشه بنده خدا، ساخت و ساز برای اون مهمتر هستش تا احساسات. قطب مؤنث کسی هستش دوستان که شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین که احساسی هستین، معنوی هستین. قطب مؤنث متفاوتی داریم دوستان. افرادی هستن که مثل یک سری از شما دوستان عزیز که روی خودتون کار کردین و به یک تعادل رسیدین. یعنی هم شاکرای ریشه قوی دارین، هم احساس هستین و معنوی هستین و این بسیار خوب و زیبا هستش. و اینکه عزیزانی هستن که زحمت کشیدین برای به اینجا رسیدن و استخونتون به هر حال خرد شده تا یه حدی. میتونم بهتون بگم بزرگ شدیم. بزرگ شدن درد داره. استخونه وقتی که رشد معنوی میکنیم روحمون بزرگ میشه عزیزان دل، درد داریم. مثل دقیقاً نوجوانانی که درد مفصل دارن، درد استخوان دارن، چون مایچه هاشون کشیده میشه، چون دارن رشد میکنن. رشد روحی و معنوی و درونی اینجا هستش. پدر و مادر ما یک تربیتی رو به ما میدن ولی از یک سنی به بعد ما خودمون هستیم که خودمون رو تربیت میکنیم دوستان. تربیت احساسی. تربیت احساسی رو حتما همه پدر و مادرها به بچه هاشون نمیدن و این یک تجربه شخصی هستش که باید باهاش تا کنیم و بزرگ بشیم و خودمون این تجربات رو داشته باشیم و روی خودمون کار کنیم دوستان. ما همیشه یک مزرعه هستیم که باید در اون کاشت و این خودمون مزرعه دار هستیم. و شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنین، من مجبور هستم حرفایی رو بزنم چون کامنتایی رو میبینم دوستان که عزیزانی هستن که در زجر و در درد و عذاب هستن. دوستانی که میل ندارین حرفای منو گوش بدین، لطفاً بزنین برین اون جلوتر و برسین به فال. عزیزان دلی که میل دارین گوش بدین، من در خدمت شما هستم و حرفایی رو برای شما دارم. قبلش کنین دوستان، یک سری از عزیزان هستن که شخص مورد نظرشون رفته و همه کاری میکنن که اون شخص برگرده. دوستان من بارها به شما گفتم، شما هر کاری کنین و حتی خاک در خونه اون شخص هم بشین، ممکنه اون شخص به صورت موقتی برگرده و بعد میره. چرا که اون یانگ هست، اون شخص مورد نظر شما هست دوستان که تصمیم میگیره. متاسفانه اینگونه هستش، وارد یک رابطه بشه یا نه، از یک رابطه بره یا نه، و یا اینکه شما رو در جایگاهی میذاره که شما تصمیم بگیرین برین و بعد هی یویو بازی هست، برم برگردم. پس شما هر کاری کنین، یانگ باید تصمیم بگیره، اون باید تصمیم بگیره که برمیگرده به این رابطه یا نه. پس بنابراین وظیفه انسانی شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین این ویدیو این هستش که روی خودتون متمرکز باشین، روی خودتون کار کنین دوستان، خلاهای خودتون رو ذره بین دستتون باشه ببینین کجا هستش. یه سریامون هستیم دوستان که کالبد شکافی روحی به اندازه کافی خودمون کردیم دیگه، الان بس
دیگه خشونت با خودمون کافی هستش. الان زندگی ادامه داره و باید یاد بگیریم، یاد بگیریم چیزی که توی زندگیمون شاید یاد نگرفتیم. دیدین بچه‌ها وقتی میافتن سری و سری میریم میگه آخ 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 اینجا درد گرفت اونجا درد گرفت، یاد نگرفتیم با درد خودمون زندگی کنیم، بلکه الان موقعش رسیده دوستان. امروز اولین روز هست برای زندگیمون تا آخرین روز که یاد بگیریم با دردهای خودمون زندگی کنیم. خب باید این درد رو در یک صندوقچه ای کرد، گذاشتش اون تهمه ها در قلبمون، هر چند وقت یک باری میریم برش میاریم، نوازشش میکنیم، میزنیمش سر جاش. دوستان خب یک سری از دردها باید زمان بگذره تا اینکه ما به اون مرحله برسیم که دیگه درد نداشته باشه، ولی یک سری از زمان هر کسی هم متفاوت هست. اولین چیزی که ازتون میخوام، اولا خودتون رو مقایسه نکنین با دیگران. زندگی شما دی ان ای متفاوت دارین با دیگران، شرایط زندگی متفاوت دارین با دیگران، پس دیگری شما نیستش. اون دوتا آینه های بغل رو بزنین تو و جاده مستقیم روبروتون رو نگاه کنین. و اما میرسم به افرادی که واقعا برای من پاتولوژی هستن، عزیزان، این که قطب مؤنث هستین ولی اصلاح نشده هستین، ولی و تا حدی میتونم بگم حتی احتیاج به درمان دارید. دوستان پاتولوژی هست مشکل شما. دوستانی هستن که در رابطه وارد میشن بدون اینکه اون طرف بخواد، هزار تا تله میذارن برای طرف، برای که از یارو خوششون میاد، حالا یا خانم خوششون میاد، طرفو میکشن در دام خودشون. خب و خودشونو خیلی راحت توی بشقاب میذارن، تعارف میکنن، بفرمایید لطفا سرو کنید. خب و اون طرف سرو میکنه، بچه یک غذای خوشمزه، یک شرایط بسیار زیبا رو براش مهیا میکنن، بعد فکر میکنن که با این کار میتونن طرف رو به طرف خودشون بکشن و همین که طرف میره میمونه، بابا خب مصرفمو کردم دیگه، احتیاج ندارم به این مسئله، چرا یه غذای خوشمزه رو که جلوی من میارم بخوام ردش کنم؟ پس بنابراین میافتن مثل درد دندون دنبال اون شخص و اینکه اونو میگن قطب مذکر رفت. نه، شما قطب مؤنث متاسفانه بیمار هستین که باید روی خودتون کار کنین. خلاهای زندگی شما دوستان، کودک درون شما که له و لبرده هست به خاطر مشکلاتی که در زندگیتون بودین داشتین، به خاطر خلاهای عاطفی که در درون شما بوده و الان فقط به دنبال چی هستین؟ پر کردن این خلاها هستین و جلب کردن توجه و در یک دنیای کاملا متوازی با این دنیای واقعی به سر میبرین. وقتی که شما جسم خودتون رو و روح خودتون رو خیلی عادی به طرف هدیه کنین و بگین آها خیلی رمانتیک بود. رمانتیک کجا بوده؟ وقتی شما یه نفر رو بعد از 10 سال میبینین، 20 سال میبینین، یا یه نفر تازه باش آشنا شدین، رمانتیکش کجا بوده دوستان؟ اوکی؟ از این خواب و رویاها در بیایم. باید به درجه برسیم دوستان، این حرف من هست، باید به درجه برسیم که نخواهیم رفتار یک شخص رو ترجمه کنیم. ما دیگه بزرگ شدیم، ما دیگه احتیاج به تجربه به ترجمه نداریم و تعبیر و تفسیر نداریم، بلکه واقعیت رو باید ببینم و نه تعبیر و تفسیر کنم اون شخص چه چیزی به من داره میده و چه چیزی رو من دادم و چه چیز واقعیتی وجود داره. دوستانی هستن، عزیزانی هستن که شخص مورد نظر بهشون میگه بابا من در یک رابطه دیگه هستم. نه 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 نه، من فکر کنم به من دروغ گفت، این اصلا در رابطه دیگه نیست. خودتون خودفریبی میکنین و اینکه این به خاطر خلاهایی که در درون شما هست. پس بنابراین امروز وظیفه شما این هست که خودتون رو در آغوش بکشین، خلاهای خودتون رو مشخص کنین. اگر احتیاج به کمک پزشکی هست، یک سری از مسائل رو باید حتما این کمک های پزشکی رو داشته باشین، چون یک سری از ماها ممکن هستش که شخصیت مرزی مرزی داشته باشیم یا شخصیت های به هر حال ناسازگار حتی دوستان، اوکی؟ و همچنین خلاهایی که توی زندگی ما هستن باعث شدن متاسفانه دست خودتون نیست، به خاطر که یا مسائل ژنتیک هست یا خلاهای زندگی شما هست که شما رو به اینجا رسونده. الان وظیفه انسانیتون این هستش که بگین رفتار من نرمال نیست، منی که اینور دوربین نشستم دوستان دارم میبینم
پیام ها رو دارم میبینم عزیزانی که در یک تنگناهای خودشون رو قرار دادن، چون همجور که گفتم سری و سه خودشون رو در اختیار شخصی قرار دادن و اینکه طرف دیگه نمیخواد و اینکه یک خشونت رفتاری دارن حتی با منی که این ور دوربین هستم و من یک فالی بیشتر نمیتونم بگم، من یک فالگیر بیش نیستم، ولی خشونت های رفتاری که مثل واقعا موی دماغ شدن و اینکه طرف راحت نذاشتن، اون عطای شما رو به لقای شما میبخشه. بعد میگن چرا بلاکم کرد، چرا فلان شد، چرا اینجور شد. خودت رو ببین و اینکه باید درس بگیری، کودک درون له لورده تو که خونین و مالین هستش رو چشماتو ببندی، در آغوش بگیری. زمانی رسیده، در عصر رسیدیم دوستان، که باید خودمون خلاهای زندگی خودمون رو پر کنیم و هیچ کس نیامده که بخواد خلاهای زندگی ما رو پر کنه. مسئله دیگه خطاب من به دوستانی هستش که فکر میکنن شخص احساسی که وارد زندگیشون میشه باید دوستشون باشه، رفیقشون باشه، نمیدونم. اینا دوستان با مرور زمان، با گذشت زمان، شما متوجه میشین که شخص مورد نظر شما میتونین بهش آنقدر اعتماد کنین که همه چیز از زندگیتون براش تعریف کنین یا نه. خب شما با کسی که یک سال یا دو سال هست در یک رابطه هستی نمیتونین همه چیز رو بهش بگین. دلتون گرفت برای اون شخص تعریف نکنین. این متاسفانه یه حقیقتی هست. دوست بریم پیدا کنیم برای خودتون، به دوست بگین، یا درخت سبزی پیدا کنین، یا رودخونه پیدا کنین بریم بگین، یا صدای خودتون رو ضبط کنین یا بنویسین. دوستان، هر کسی لیاقت شنیدن درد دل ما و هر کسی لیاقت شنیدن زندگی مشکلات زندگی ما رو نداره. خب و شنیدن مدام مشکلات زندگی یک نفر باعث میشه که از ارزش ما در چشم دیگری کاسته بشه و این هم یک حقیقت هستش. پس درسی که باید بگیریم، کسی که رفته، اگر شما همه کارو انجام دادین دیگه کاری نموده انجام بدین، بذاریم راه تو برو مسافر و هر موقع که برگشتی تمیز برگرد. اگر برگشت، اون شخص اگر طالع و در بخت شما هست، اگر که شما باید برگرده به سمت شما، ولی اینکه شما در یک رابطه دیگه باشین دوستان، کائنات دست به دست هم میده و اون شخص به زندگی شما برخواهد گشت. دوم اینکه خودتون زندگی خودتون رو، شرایط خودتون رو با دیگری و دیگران مقایسه نکنین، هر کسی متفاوت هست. سوم اینکه دوستان، شمایی که فکر میکنین که ببینین خشونت رفتاری دارین، یعنی که موی دماغ شدن و سیر شدن و اینکه چسبیدن به یک نفر مثل چسب دوقلو و اینکه خودتون رو راحت در اختیار دیگران قرار دادن، باید برین روی خودتون کار کنین. یک زمانی هست یک نفر میره با دانایی و علم خودش رو در اختیار کسی قرار میده و بعدش هم میگه برای من مهم نیست، من اینو میخواستم، تماشا دفت، اون مشکلی ندارم باهاش. ولی مشکل من با افرادی هستش که برای خودشون فیلم و سینما میسازن و همه چیزو میخوان تعبیر فانتزی و غیر واقعی داشته باشن. خب این حرفای من بود، برای شما زدم و الان بریم ببینیم چه خبر هست. من دقیقه شروع فال رو برای شما مینویسم دوستان. خب بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. مجبور هستم یک سری از حرفا رو بزنم. دوستان یاد بگیریم با دردامون زندگی کنیم. عزیزان دل، ببینیم که شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنین، یین محترم، قطب مؤنث، دوستان ببینیم در چه انرژی هایی هستین و بعد میریم سراغ قطب مذکر. شما دوست عزیزی که داری نگاه میکنین، خانم یا آقا باشین، انرژی شما رو الان نگاه میکنیم با هم دیگه. عدد 11 میگه که من به دنبال این هستم که از خودم هم بگذرم برای شما و اینکه اوج میدم به پروژه های خودم و اینکه تمام پتانسیل خودم استفاده میکنم و از شک و تردید میپرهیزم و جلو میرم با قدرت. من تقاضای کمک میکنم، همراهی میکنم و اینکه انگیزه دارم، انرژی خودم رو به صورت مؤثر ازش استفاده میکنم. یک کف محکم برای شما، آفرین بر شما. و ببینیم که اون شخص در چه انرژی هایی هست. اونم عدد 11 هستش، پس هم انرژی هستیم، ولی اون خودش رو تو سر خودش میزنه و اعتماد به نفس نداره. خودش رو توی سر خودش میزنه، اعتماد به نفس نداره،
بیشتر ترجیح میده پروژه های کوچیک داشته باشه، شک و تردید داره و خودش رو روی منفعت شخصی خودش فقط متمرکز کرده و احساس میکنه که ظلم و ستمی بهش شده و دستش انداختن و احساس میکنه که تحت فشار هست. اوکی، ببینیم حالا اینقدر فشار، جرجیز خان، یوسف جون شما تحت فشار، زلیخا جون هم که داره زندگیشو میسازه. خب بریم ببینیم چه خبر است. در اولین کارت هایی که ممکن هست بیانگر شما و اون شخص هستش، انرژی های شما و اون شخص هست، چه کارت هایی هستن دوستان؟ شما مثل همیشه این ور هست، اون شخص این ور هست. من این خوری دکوراسیون رو پس میزنم اینجا کنار که جا باشه برای همه کارت ها دوستان. بریم ببینیم شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین در چه انرژی هایی هستن و اون شخص در چه انرژی هایی هست. حرف از شروع دوباره میزنه دوستان برای شما، دیوونه بازی در میارم. ببینید یه دوره جدید داره پیش روی شما باز میشه، دوره‌ای که در اون خودتون نفر اول زندگیتون هستین. من همیشه کارت ابله یا دیوانه که میفته حالم خوب میشه، چون خوش به حال دیوونه که همیشه خندونه دوستان. دارم میبینم خودتون رو رها میکنین، حرکت میکنم برای زندگیم، یک دوره جدیدی رو پیش روی دارم، میخوام برم، نمیدونم کجا میرم، ولی میدونم در این دوره که هست خودم نفر اول زندگیم هستم و خودم رو میبخشم. بخششی که دارم به فیزیک خودم میرسم، به شاکرای ریشم میرسم. بسیار عالی. بریم کارت بعدی رو. خب ببینید در ارتباط خودتون رو میکنین دوستان، اولا از یانگتون، از شخص مورد نظرتون، برای یک سری ها دارم میبینم خودتون رو میکنین و به خودتون یک شانس دوباره، یک جای دیگه دارم میبینم میدین. یک شانسی داره سراغتون میاد، پیشنهادی داره سراغتون میاد، شخص دیگه ممکن هست وارد زندگی یک سری از شما عزیزان دل بشه و در ارتباط با خودتون دوستان، زندگی مادیتون رو کاملا دستتون گرفته. این شما هستین که رئیس هستین و این شما هستین که فرمون میدین. اوکی دیگه، بله قربان، تموم. اوکی دوستان، ببینیم که شخص مورد نظر شما در چه انرژی هایی هست. شخص مورد نظر شما دوستان، ببینید خیلی وابسته به گذشتش هستش و این شخصی هستش که نوستالژی گذشته رو داره دوستان. الان هم دارم میبینم که در ارتباط با زندگیش عالی میخواد، زیبا میخواد، خوب میخواد، دور و برش آدم هست. ممکن هست اگر فرزند داشته باشه این شخص، الان در حال حاضر مسئله فرزندانش براش مهم هستش و دارم میبینم که حرف از شک و تردید و نمیدونم، به هر حال آدمی هستش که پر از استراب و از این مسائل. ببینید اگر در خانهش هست، در خانهش با ما، ببینید دارم میبینم که به گذشتش خیلی فکر میکنه، به مادری خیلی فکر میکنه این شخص و همچنین پر از شک و تردید هستش. در ارتباط با گذشتش فکر میکنه، حس خوبی داره ولی پر از شک و تردید هستش، پر از ترس و استراب هست این شخص دوستان. آدمی هست بسیار محتاط، قدم پشت قدم برمیداره، تا تی یه وقتی اینجا زیر میره اگر گرگ مرگ قایم باشه من چه کار کنم. خب به هر حال کشتون بود، در رفت دوستان، دیگه رفتنش با خودش، برگشتنش با خدا. اوکی دوستان، ببینیم کارتای دیگه بهتون چی میگه. کارتا دارن همینجور میریزن واسه خودشون. خب شما دوستان دارم میبینم که در ارتباط با این شروع دوباره‌ای که دارین یه مقدار احساس میکنین که مشکلاتی وجود داره. چه مشکلی هستش؟ ببین همون دل شکستتون که بهتون میگم که برای یک سری عزیزان دل یاد بگیریم با دل شکستمون رو زندگی کنیم، با دردامون زندگی کنیم.
نه اینکه اون طرف رو با تمام خانواده و ایل و تبارش و حضرت نوح رو بذارین تو کشتیش و کشتیش هم بذارین روی دوشتون رو بکشینش. مشکلات وجود دارن، دل شکسته وجود داره، حال بد وجود داره. اگر هنوز حالتون خوب نیست، هنوز زمانش نرسیده، اولا باید بخواین و اینکه خودتون رو رها کنین. کارت اول حرف از این میزنه، خودم رو رها میکنم. پس موفق خواهین شد حتی در ارتباط با مشکلاتی که سر راه شما هستش، خودتون رو رها کنین. خب کارت بعدی موفقیت. بله ببینید، موفقیت و درخشش شما دار دوستان، دارم میبینم موفق میشین که مشکلاتی رو پشت سر بگذارین، بدرخشین، هم در مورد مسائل مادیتون، کاریتون، هم در مورد مسائل دیگه از مشکلاتی که سر راه شما هست میدرخشین، برای که میتونین ازشون عبور کنین. شروع دوباره و خود رهایی که دارین دوستان به شما کمک میکنه. ببین قدرت خودتون رو دستتون گرفتین، میدونین کی هستم، من میدونم کی هستم و چه قدرتی دارم و چه توانایی دارم. خب ببینیم کارتای بعدی رو. دوستان توجه کنید، یک سری از شما که درد دارین، ببینید میوه زمانی از درخت میفته که به یک بلوغ رسیده باشه و اینکه رسیده یا رسیده باشه میفته. پس اگر هنوز درد دارین، زمانش نرسیده، حالا هر چه قدم که باشه، طولانی باشه این مدت زمان، نرسیده که حال شما خوب بشه. پس اگر که یاد بگیریم با دردهامون زندگی کنیم، زمانش که رسید دیگه اون درده نداریم. اوکی ببینیم که و اینکه یه سریاتون اینقدر به اون شخص فکر میکنین دوستان که به طور کلی از نظر انرژی دارین تغذیهش میکنین، دیگه احتیاجی به شما نداره. خب ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان دارم میبینم که حرف از برای اون شخص میگه که حرف از حرکت میزنه، داره حرکتی انجام میده، در راهی هستش، حالا یا اینکه واقعا در راهی هست، در مسافرتی هست این شخص دوستان، ولی به هر حال در مورد همون نوستالژی هم که داره در مورد گذشته داره فکر میکنه چه کار کنم، پیشرفت کنم با این شخص، حرکتی کنه به سمت شما با تمام شکهایی که داره روی خودش کار کنه و حرکت کنه، یا اینکه ندار همون شک و شبهه هاش باقی بمانن. خب فعلا کش تنبونش در آینه بغل کسی گیر کرده، ممکنه شما باشه و از راه دور شما رو میپاد دوستان. اوکی از راه دور شما رو میپاد، ترس از این داره که خودش رو نشان بده برای سریا. ببینین دوستان عزیز، اونایی که شما با هم هستین، این شخص بدونین که در مورد شما ممکن هستش که شک داشته باشه، هرچند که این فال برای افرادی نیستش که روابط گل و بلبلی دارن، در مورد شما شک داره. ببینیم داره از دور شما رو میپاد، میخواد یک کاری کنه که یک دل و یک جون بشه و حرف از دیدار میزنه، دوست داره که با شما یک ملاقاتی داشته باشه، صحبتی داشته باشه که یک تعادلی رو برقرار کنه در این رابطه، حداقل از در دوستی برای یک سری‌ها وارد شدن، اونایی که از هم دیگه خبر ندارین دوستان. خب ببینیم کارت‌های دیگه به شما چی میگن در ارتباط با جرجیس خان و شما خودتون زلیخا جون. خب ببینیم یوسف جان و زلیخا جان در چه انرژی‌هایی هستن. اوکی از تعادل میزنه، ببینید دست دادن و تفاهم میزنه اینجا برای من، دارم میبینم که ببینید با خودتون به یک تفاهم دارین میرسین دوستان، خودتون دوست عزیز که دارین نگاه میکنین، ببینید با انعطاف پذیری، با مهربان بودن با خودم و با مقایسه نکردن زندگی خودم با دیگری و هی هر دفعه که حرف از زندگی احساسی میشه، نیام یه سفره پهن کنم بگم من برای چی کار کردم، اون کار کردم، فلان کردم، اعلان کردم و این جنازه گذشته رو با خودم وسط خیابون پرتش نکنم و به دیگران بگم نگاه کنین من چه کار کردم، دارم اینم با خودتون به یک تفاهم میرسین، با خودتون مهربان هستین و انعطاف پذیر هستین و ببینید تفاهمی که میرسین و تعادلی که وارد زندگیتون شد، دو تا کفای زندگیتون دارم میبینم که اینجا داره برابر میشه، در از نظر درونی دوستان دارم میرم به آرامش دارین میرسین و همچنین عزیزانی که در مورد مسائل ملکی کاری دارو دارین یا در ارتباط با افراد خانوادهتون مسائلی ممکن از قضایی اداری چیزی داشته باشه، دوستان دارم میگم که مسائل دارن چی میشن، دارن درست میشن، مسئله که در اون سلامتی شما هم ممکن هستش که
تحت شعاع قرار گرفته بوده. دارم میبینم موزون شدن یک مسئله، نه آنچه که تو میخوای نه آنچه که من میخوام، یک چیز متوسط هستش. پس دارم میبینم که مسائل دارن در زندگی شما موزون میشن. این شخص دارم میبینم که شخص مورد نظر شما به عشق فکر میکنه، به عشق، حالا یا عشق نمیدونم، عشق فکر میکنه، شوخی میکنم دوستان، به خاطر اینکه اینجا نگاه کنید سردرگمیش رو، باید راهش رو انتخاب کنه، تصمیمی بگیر در مورد مسائل احساسی. و دارم میبینم شانس احساسی برای این شخص افتاده. خب شانس احساسی و انرژی سالس و حسودا اون پشت نشستن کمین گرفتن دوستان. اوکی، حسودا اون پشت نشستن و کمین گرفتن براش. اوکی، و ما بریم ببینیم که کارت های دیگه به شما چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص، شخص مورد نظر شما و خود شما دوستان. امروز روز شما هم هست. شما دارم میبینم که صبوری زیاد کردین دوستان و میگه که با گذشت زمان قدرتمند میشین و مسلط بر روح و روان و زندگی خودتون دوستان، و شجاعت کافی رو دارین که از تفاهم به موفقیت برسید. دو تا کارت اینجا افتاد. دارم میبینم که برای شما عزیزان دل به حاجت رسیدن در مورد مسائل احساسیتون افتاده، در مورد حالا یا یک سری از شما در مورد گذشتتون هست دوستان، که دارم میبینم که به یک گذشته‌ای داره توی زندگی شما با گذشت زمان برمیگرده و برای یک سری ها به حاجت رسیدن هست. برای یک سری دیگه شما دوستان عزیز دارم میبینم که واقعا مسئله زیبایی در زندگی شما داره اتفاق میفته، ممکن هست از نظر احساسی باشه، چون دو تا کارت احساسی من دارم اینجا میبینم دوستان که برای شما به حاجت رسیدن هست. شروع عشق دوستان، عشق جدید برای یک سری ها شما دوست عزیزی که دارین نگاه میکنین. خب بریم ببینیم برای شخص مورد نظر شما. ببین از نظر مسائل احساسی این شخص ببینین احساس از دست دادن میکنه، کسی که در احساس میکنم در یک عزا هستش و احساس میکنه که از نظر احساسی اون پله های بالا رو به جایی که به سمت نور بره، به سمت، به خاطر درگیری های ذهنی و روحی خودش به سمت یک درگیری رفته و الان خودش رو در یک شرایط بد قرار داده و دست به قلب هستش. ببین احساس میکنه از نظر احساسی تنها هست و چیزی رو از دست داده و سردرگم هست دوستان، به خاطر اینکه این شخص نمیخواد اشتباه کنه و چون نمیخواد اشتباه کنه مسلما انتخاب نمیتونه انجام بده و انتخاب کردن یعنی چشم پوشی از یه چیزی. آدم خر و خرما رو که نمیتونه با هم داشته باشه و اینجا دارم میگم امید بر این داره که مسائل کم کم برش روشن بشن ان شاء الله در تناسخ های دیگه. خب ببینیم کارت های دیگه رو با هم دیگه عزیزان. من از این دسته کارت ها استفاده کنم یا از سیمبولون استفاده میکنم به جای این دسته کارت ها؟ اوکی، من از سیمبولون استفاده میکنم دوستان. ببینید سیمبولون به شما چی میگه. بله شما دارم میبینم که میخواین شاد باشین عزیزان دل و اینکه خوشحال و خوشبخت باشین. اینجا فروردین ما و بهمنیا افتاده. ببین ققنوس این پرش افتاده. عزیزانی هست که از خاکستر خودتون دارین در میان و میخواین به سمت تجربیات جدید برین. خب ولی اینکه تجربه ممکن هستش که خطرناک هم باشه. نه، من میخوام تجربه خودم رو داشته باشم. از این حالت‌های مشکلی در بیام و از خاکستر خودم در بیام. برای یک سری از شما دوستان تجربات جدید داره سر راهتون قرار میگیره و جان گرفتن شما رو اینجا میبینم. بریم ببینیم کارت بعدی. کارت بعدی دوستان اینجا دارم میبینم که ببینین به چه سمتی داریم. این به سمت یک مسئله بسیار زیبا، یک هماهنگی برای یک سریاتون دوستان و به سمت یک زوجی دارین میرین دوستان عزیز. توجه کنین که در این زوج دیگران انگشت به دهن هستن. بهتون گفتم شروع احساسی که در زندگی شما خواهد بود شروع احساسی بسیار زیبا بود، ولی کارت صبوری اینجا افتاده بود. حالا میدونم کهیر دست جمعی یه باره با هم هممون میزنیم، ولی ببین به این سمت زیبا داریم میره. اینجا ماه خرداد هستش و ماه مهر دوستان افتاده. دارم میبینم که کارهای مختلفی رو دارین انجام میدین دوستان، زندگیتون رو پر کردین و آفرین بهتون میگم. و ببینیم شخص مورد نظر شما
اون شخص ببین در یک زندگی روزمره هستش، روزمرهش برای اینکه بخواد به زندگیش نظم و ترتیب بده دوستان خیلی کار میکنه. و کارت بعدی رو ببینیم چه بهتون میگه. و در یک سکوت هستش. ببین زیبای خفته دیگه، زیبای خفته تبدیل به زیبای پیر زشت شد که هیچ کس دلش نمیخواد بیاد بوسه بر لبانش بزنند که بیدار بشه. پرنس هم که دیگه اینجا تموم شد دیگه. توجه کنین ببینید شخصی هستش که در یک تفکر هستش، در یک زندگی بسیار یخی از نظر احساسی، از نظر زندگیش هست، در یک سکوت هست، در یک تابوت خودش رو کرده. اینجا حرف از ماهی میزنه، برج ماهی میزنه دوستان. اینجا هم حرف از مرداد ماهی عزیز میزنه. مرداد ماهی، حالا مرداد ماه نه که مرداد ماهی حالا. و اینجا مهر ماه، اینجا هم دارم میبینم که به هر حال حرف از ماه بله ماه اسفند میزنه. ماهی اسفند. اوکی. و اما بریم ببینیم دوستان کارت های دیگه به شما چه چیزی رو میگن در ارتباط با این شخص. ببین در ارتباط با شما دوستان دارم میبینم که سرنوشت راه حلی داره سر راهتون قرار میده. گشایشی در زندگی شما هست با به خاطری که خودتون باهوش هستین دوستان. این گشایش دارم میبینم که به خاطر خوب بودن خودتون هست و هوش و درایت شما هستش. برای این مسئله رو که از دست دادین، یک سریاتون دزدی احساسی ازتون شده، کلاهبرداری احساسی ازتون شده یا هر چیزی که هست، دارم میبینم داره تغییر میکنه دوستان. سرنوشت راه حلی رو سر راه شما داره قرار میده. کسی که احساس میکنین که چیزی از شما دزدیده، اون شخص دارم میبینم که کاملا در انرژی های دروغ و حسودی و نمیدونم یک سری از انرژی های بد هستش و یک مسئله تو زندگیش داره اتفاق میفته که اجتناب ناپذیر هست براش. از نظر احساسی دوستان اولا که خودش پر از دروغ و مکر و حیله هستش و کاملا از نظر احساسی غیر متعادل هست، شک داره، تردید داره. اون شک و تردیدش هم دیدیم. و از جانب دیگه ممکن هستش که کسی دور و برش کلاه احساسی سرش گذاشته یا کلاه یه جور دیگه سرش گذاشته و حالش آنچنان درست نیستش. خب ببینیم کارت های آخر از این دسته کارت ها به شما چه چیز رو میگن. به شما بزرگ شدین دوستان، بزرگ شدین عزیزان دل. و اینکه دیگه ببین بزرگ شدین در مقابل آنچه که از شما انرژی می برده، خب در مقابل آنچه که برای شما مثل ببین کارت دزدی اینجا، دزدی اینجا، دوتا کارت، بزرگ شدم در مقابلش. خب اوکی. و ما بریم ببینیم که دوستان، و دارم میرم خیلی قشنگ فکر میکنین با استراتژی جلو میرین، نمیخواین بیگدار به آب بزنین. کاملا مشخص ازش استخونای ما یک سریامون خورد شده تا اینکه بخوایم به این قدرت برسیم. مسائل بودن تو زندگی شما، مسائلی برای شما مشقت بار، ولی خب به هر حال اون شخص دارم میبینم زندگیش در حال تغییر هست. یه کارمایی رو داره تمیز میکنه دوستان. این شخص دو تا کارت اینجا افتاد. و اینکه به هر حال دارم اینا مسائل سمی هم هستن، ولی سعی میکنه که به هر حال با مسئولیت پذیری بتونه یک مقدار و قدرت بتونه یک مقدار زندگیش رو سر و سامان بده. ببینید دارم میبینم که در ارتباط انرژی ثالث هم اینجا ممکن هست باشه دوستان. زندگیش در حال تغییر هستش. خوب و بدش به شما ربطی نداره دوستان. برای من اینجا چیزای خوب نیستش. حالا این کارت محض ثواب خدا افتاد اینور. ولی تغییراتی که دارم میرم در زندگیش میفته، پوستشو داره کاه میکنه و اصلا به شما مربوط نیستش چی در زندگی اون میگذره. شما اگر با اون شخص هستین چرا؟ اگر با اون شخص نیستین به خودتون بچسبین دوستان. دست رو کلاه خودتون لطفا بذارین. ببین دوستان دارم میبینم که اینجا توجه کنین، برای شما خیلی به به و چه چه بود.
تنها مسئله که هستش ممکن هستش که اواخر این هفته اخباری به دست شما برسه که این مقدار شما رو مضطرب کنه و اینا دارم میبینم، شروع دارم بر شما میبینم، راه حل دارم میبینم، تفاهم دارم میبینم، همه این چیزای خوب رو دارم میبینم و حتی شروع احساسی رو بر شما دارم میبینم. دوستان برای اون شخص دارم میبینم، دوستان توجه کنید که در یک شک و شبهه هستش و در مورد مسائل احساسی شانس داره دوستان، ولی خود شانسای خودش رو از دست داده، مخصوصا در ارتباط با شما، شما رو از راه دور میپاد دوستان. آدمی هستش که در یک سکوت هستش و این سکوتش به خاطر زندگی کاری و مادی یا هر چیز روزمره خودش، حتی به خاطر روزمره خودش دارم میبینم که شما رو در یک سکوتی گذاشته و در یک سردی هستش. ببین دارم میبینم که از نظر احساسی ممکنه خیانتی بهش بشه دوستان و در شرایطش شرایط سختی هستش. تغییراتی که دارن به وجود میارن دوستان میان تو زندگیش اون رو به سمت یک مسئله سخت‌تر متاسفانه براش داره میفرسته. و اما بریم ببینیم دوستان حالا که این شخص به خاطر اینکه ببینید پاهاش جلبک زد و مغزش هم کپک زد، بریم ببینیم که از نظر احساسی برای شما و این شخص چه خبر هست. خب به این زودی برای شما چی میشه دوستان؟ به این زودی جفت روحیتون داره که دعا کردیم براش میاد سراغتون. حالا جفت روحی نظر من در ارتباط با جفت روحی میشناسیم، برها جفت روحی روابطی هستن ساده، در اون درد وجود نداره آنچنان، واقعا ساده هستش، چرا دنبال چیزای مشکل بریم؟ با این نفر که جفت روحیمون هستش روابط ساده و سهل بریم، نه اینکه خب اون که دیگه بنده خدا بازم فصل بهاره براش و اینکه بله انسان آدمی هستش که خیلی وابستگی های از نظر جنسی و جسمی دارم میبینم که خیلی فعال هست این شخص دوستان. خب و یه وابستگی هایی هم داره به دوستان، به اطرافیانش، ازشون همیشه کمک میخواد، از خانواده. حالا ببین اطرافیانش کی ازش، دوست هست، خانواده هست، این شخص اصلا چگونه هستش؟ برای چند هزار نفری که نگاه میکنن هر کسی شرایط خاص خودش رو داره عزیزانه داره و من نمیتونم برای هر شرایطی بگم. آدمی هستش که ببینید خیلی وابسته هست به این که از نظر جسمی و جنسی از کسی خوشش بیاد و اینجا برای من چون از اونجایی که برای شما کشیدم میبینم که جذابیت دارین در چشمش. یه سریالاتون ببینید این حرف جدایی میزنه، به خاطر یک جدایی خیلی محتاط عمل میکنین توی زندگی احساسیتون و اینجا دارم میگم فراموش و میخواییم فراموش کنیم یک مسئله، یک جدایی رو دارم میگم میخواییم فراموش کنیم و به سمت یک سری از شما، این ممکنه برای یک سری ها باشه برای یک سری نباشه مثلا، به سمت ملاقات های جدید داریم میرم. ملاقات جدید جدایی رو فراموش میکنم و به سمت یک ملاقات جدید دارم میرم. برای یک سری ها اونایی که اون شخص رو ممکنه سراغشون بیاد دوستان سعی میکنن که چش پوشی کنن از اتفاقاتی که بینشون افتاده بوده. اون شخص احساس شکست میکنه در مقابل شما دوستان، احساس شکست میکنه، ببین دوست داره که آشتی کنه، یک صلحی برقرار بمونه، ولی احساس میکنه که اگر بیاد شکست میخوره، راه جاده باز هست برای شکستش ولی امید داره، حسش این هستش اگر بیام کاری کنم شکست میخورم. اوکی جاهای دیگه هم رفته دوستان دلبری کرده، دیده که نه آنچنان خریدار نبودش و اول آن کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم، بعد میره دلبریاشو جاهای دیگه میکنه. ببینیم احساس کرده که فکر کرده که بره جاهای دیگه هم دلبری کنه ولی خب دلبری واقعا دلبری نداشته. خب ببینیم کارتای بعد با هم دیگه. شما مسائل خانوادگی دارم براتون میبینم اینجا دوستان و اینجا دارم میبینم که برای یه چیزهایی رو از خانواده خودتون داریم میبینم پنهان میکنیم دوستان و یا یکی افرادی هستن دوروبر شما دوستان که خود یه چیزهایی رو از شما پنهان میکنن. چرا این مسئله خانوادگی یه مطبع وسط فال شما افتاد نمیدونم، ولی میگه که ببینین کی داره برای شما ماسک و نقاب بر چهره داره در مورد شما. یک باره یک وقتایی کارت ها یک پیامی ماورای آنچه که موضوع فال هست به شما میگن، پس بهتون میگن که در مورد مسائل خانوادگیتون، مشکلات خانوادگیتون ببینین یک نفر با شما رو راست نیست، حرفش رو نمیزنه، حرفش رو درست نمیزنه. اون شخص دارم میگم باز دوستان کارمایی رو داره پشت سر میگذاره، قبلا بهتون گفتم
و در یک انرژی کاملا سمی داره به سر میبره، یک کارمای بدی رو داره پشت سر میگذاره. دوستان سری و سر میگذرد ولی کارمای سختی رو داره پشت سر خواهد گذاشت در واقع. خب ببینیم کارتای دیگه به شما چه چیزی رو میگویند. خب خشم به خاطر مسائل خانوادگی، شما یک سریاتون ناراحت هستین، گریه میکنین و خشم دارین، اوکی. و اینکه حالت دفاعی، خشم و حالت دفاعی، اوکی. من فکر میکنم برای یک سری اونم ناراحت هستش، گریه میکنه. و اینکه اصلا نه گموگیج هستش و خسته هستش از زندگی. شما در مقابل این شخص عصبانی هستین و حالت دفاعی دارین برای یه سری دوستان، اونم ناراحت هستش و اصلا گموگیچ هست و نه قدرت داره و نه هیچی. اوکی ببینیم که چه خبر هست در کارتای دیگه دوستان. و اسپارک آف لاف استفاده میکنم. شما برای شما موفقیت افتاده دوستان، از هر نظر پیشرفت، موفقیت، دوره جدید توی زندگیتون، بله، و گشایش در زندگیتون دارم میبینم. برای اون شخص ببینم چی میگه. اون شخص هم دارم میبینم که به هر حال در ابتدای یک راهی هستش، چیزی داره شروع میشه تو زندگیش، به دنبال شانسی هست. دارم میبینم که این شخص دوستان روی اون گم و گیجی که دیدیم و اون قدرتش رو که از دست داده، شانسی داره سراغش میاد. و اینکه دارم میبینم که داره سعی میکنه در روزهایی که دارن میان این یک مقداری از ناراحتی های خودش بکات و اینکه امیدوار باشه که فردا یک روز دیگه است. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه. اوه دوتا کارت افتاد. شما میگه که قربانی شدن و اینکه بعد شما احساس میکنین که قربانی این شخص شده و قربانی حتی ممکن هست خانواده شده باشه زندگی شما. من چی کارت های اینجوری میریزم؟ اوکی. اون شخص احساس تنهایی میکنه و باز هم صبوری میکنه. بهتون میگم رفیق شفیق حضرت ایوبه و اینکه توی خونه خودش در روی خودش میبنده و اینکه منتظر اینه که همه چیز فراهم بشه، ایشالا در تناسخهای دیگه یک کاری رو در ارتباط با شما انجام بده. خب ببینیم دوستان کارت های دیگر هم برای شما میچینم و بعد میریم سراغ. شما که میگیم من خوشبخت هستم و شکوفا با تو یا با بی تو، تو باشی نباشی فرقی نمی کنه. و اینکه دارم میبینم که احساس میکنین که دستتون انداختن و اینکه دوست ندارین که دیگران به شما را مسخره کنند. کارت بعدی میگه خیانت. میگه که ببین کارت ای داره تکرار میشه، میگه که من احساس میکنم که بهم خیانت شده و اینکه میخوام همون قدری که تو زجر و درد میکشی درد بکشه. اوکی. کارت بعدی میگه که من اون زمانی که باید منتظر بمونم منتظر خواهم ماند و برای من در واقع زمان وجود نداره. ببین دوستان توجه کنین، عزیزانی هستین که روی زخمای خودتون دارین کار میکنین، خوبه خوب نشونین، خوشبخت هستین ولی هنوز در دل یادتونه که دستتون انداختن شخص مورد نظرتون و اینکه خیانتی انجام شده. ولی با همه این احوال میگه که همونجور که بهتون گفتم زمانش که برسه همه این دردها از بین خواهند رفت. پس روی خود زمان دارین کار میکنین دوستان. و اما بریم ببینیم شخص مورد نظر شما در چه انرژی هایی هست. خب اوه این که دیگه خیلی میخواد حرف بزنه، عجله داره، میخواد کارتا رو بریزه بره. میگه که من روی خودم کار کردم و دیگه یک شخص جدیدی شدم و آگاه و دانا. من کاملا به سمت تو گرایش دارم و اینکه تو رو عالی میبینم. اوکی. کارت بعدی میگه که من گناهکار هستم و مسئول تمام مشکلات و اینکه نمیتونم خودم رو ببخشم. و کارت بعدی میگه که من آزاد هستم و آزاده از تمام ترس هام و اینکه من یک شخص جدید هستم. ببین دوستان شخصی هستش که به یک سری از اشتباهاتش پی برده، مخصوصا کارمایی رو داره تمیز میکنه که من فکر کنم که این کارما رو ربط میده به شما. روی خودش داره کار میکنه
احساس گناه میکنه، خودشو آزاد کرده از یک سری از انرژی های منفی، ولی دیدیم که انرژی منفی هنوز در زندگیش هست. به شما فکر میکنه دوستان، نه اینکه به شما فکر نکنه، ولی باز هم ازتون خواهش میکنم این کارت ها در زمین ناخودآگاه اون شخص حرف میزنه. ما ترجمه نکنیم، اون چیزی که واقعیت میبینم چه کار میکنه رو بپذیریم. اوکی، بریم ببینیم که پیام شما برای این شخص چه چیزی هستش. من پشیمان هستم، شرایط ما میتونست که متفاوت باشه اگر که من کارها رو یه جور دیگه انجام میدادم. اگر قرار باشه که به عقب برگردیم، من حتما یه جور دیگه عمل میکنم و اگر فقط بتونم مسائل رو عوض کنم. ببینید، قطب مؤنث از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، اونجا اگر که تقصیر خودش چیست، میگه تقصیر من هستش. و اما بریم ببینیم که ممکنه تقصیر قطب مؤنث باشه، خیلی همه جا مقصر قطب مذکر نیست دوستان. و اما بریم ببینیم اون شخص، بله بهت میگم، بله یک بله بزرگ، همه امیدها جایز هستن و همه چیز میتونه اتفاق بیفته، همه چیز روشن خواهد شد و همه چیز خوب هست. بهتون میگه حالا امیدوار باشین، اگر اومدم فبهان، نیومدم هم خود دیگه منو ببخش. دوستان عزیزان، این فایل شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من سپاسگزارم از شما دوستی که با من همراهی کردین. عزیزان دل، اگر لایک نکردین حتما لایک کنین. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه، خدا نگهدار دوستان.